به نام خدا و بارز سلام. به تازه ترین رویدادهای خبری بلخ و شمال افغانستان خوش آمدید. امروز چهارشنبه 16 دلو سال 1398 خورشیدی است. در آغاز سرخط خبرها. فراغت نزدیک به 200 تن از رشته های مختلف صحی از انستیتوت حروم صحی حیات بلخ. شاید یگان انستیتوت باشه که مسئلش آموزش های عملی خوده در شفاخانه تا حد توان امکانات موجود پیش میبرن. ما مسئله ما به دو بخش، بخش تیوری و عملی، عملا درس خوانده. علاقمندی بانوان برای آموزش موسیقی در شهر مزار شریف. خوبیش کمی است که یک مصروفیت آدم می داشته باشه دیگه، یک شغل است. و احتمال خروج نظامیان استرالیا از خاک افغانستان. مشروع خبرها. نزدیک به 200 تن دانشجو پس از دو سال آموزش در رشته های مختلف صحی از انستیتوت حلوم صحی حیات بلخ سند فراغت به دست آوردند. این دانشجویان که از رشته های دواسازی، نرسنگ عالی، پروتز دندان و تکنولوژی طبی فارغ شدند، از توانایی هایشان برای عرضه خدمات بهتر سخن میگویند. در همین حال مسئولان در انستیتوت حلوم صحی حیات بلخ از فراهم سازی زمینه های بهتر آموزشی برای این دانشجویان سخن میزنند. سبقت الله توران گزارش میدهد. 160 دانشجو که پس از دو سال آموزش در انستیتوت علوم صحی حیات بلخ حالا فراغتشان را جشن گرفتند. این شمار از رشته های دواسازی، نرسنگ عالی، پروتز دندان و تکنولوژی طبی انستیتوت علوم صحی حیات بلخ به جامعه تقدیم شدند. امروز تقریبا بیش از 160 جوان از رشته های مختلف که شامل رشته پروتز دندان، تکنولوژی طبی، دواسازی و همچنان نرسنگ عالی می باشد از دانشسرای علوم صحی حیات بلخ فارغ شدند که امیدوار هستند بتوانند مصدر خدمت به جامعه و به مردم خود باشند. این دانش آموختگان ضمن قدردانی از تلاش های رهبری انستیتوت علوم صحی حیات بلخ که جهت ظرفیت سازیشان همواره تلاش کردند بر انجام خدمت به مردم و جامعه در راستای صحت تعهد می سپارند، اما نبود فرصت های شغلی از نگرانی های این جوانان است. زمینه کار را برای محصلین عزیز فراهم بسازد. محصلین عزیز آماده کار هستند، تمامشان درس خواندن لایق هستند. اگر دولت با ما همکار باشد، ما می توانیم اگر زمینی کاری را به بهترین شکلش بر ما آماده بسازم، می توانیم به هر جای آماده خدمت باشیم و در خدمت وطندارای خود قرار داریم، با جان و دل خدمت میکنیم. ما می توانیم در جای جذب، مهم شرایط کاری است که شرایط کاری باید بر ما مهیا باشه و پوست های زیادی باید باشه تا هر چقدر محصل که فارغ میشن جذب شوند. اگر شرایط کار کم باشه، جذب هم کم می باشه. در همین حال دکتر نجیب پیکان، رئیس انستیتوت علوم صحی حیات بلخ می گوید همواره برای فراهم سازی زمینه های بهتر آموزشی و ایجاد فرصت های تحصیلی تلاش کردند. انستیتوت علوم صحی حیات بلخ خوشبختانه در ساختار رسمی خود در کنار شفاخانه حیات بلخ اند مشترکاً کار میکنه که شاید یگانه انستیتوت باشه که مسئلش آموزش های عملی خود در شفاخانه تا حد توان امکانات موجود پیش میبرن. ما مسئله ما به دو بخش، بخش تیوری و عملی، عملا درس خوانده و حاضر است که امتحان بدن و خوشبختانه بار بار نشان دادن که اینا در امتحان کنکور دولتی حیات بلخ به عنوان اولین انستیتوت بیشترین و موفق‌ترین مسئله داشته. انستیتوت علوم صحی حیات بلخ از 5 سال به این سو در رشته های نرسنگ عالی، دواسازی، پروتز دندان، قابلگی، تکنولوژی طبی با داشتن بیشترین دانشجو توانسته است تا با ایجاد فرصت‌های خوب آموزشی رضایت دانشجویان را فراهم نماید. و گفته مسئولان این انستیتوت تا اکنون بیش از 1000 تن از این مرکز صحی سند فراغت به دست آوردند. در جامعه سنتی افغانستان که کار کردن زنان در بیرون از خانه ننگ پنداشته می شود و در اکثر موارد مردان خانواده مانع رفتن دختران به مکاتب می شوند، خانواده های هم هستند که دخترانشان را نه تنها به تحصیل تشویق می کنند، بل برای یادگیری موسیقی و آوازخوانی آنان را به آکادمی های موسیقی شامل می سازند.
در شهر مزار شریف چندین اکادمی آموزش موسیقی فعالیت دارند. دیده می شود که در اکادمی های موسیقی حضور بانوان بیشتر از پسران است. انگشتان که بی خیال از هر قید و بند خانوادگی روی تارهای گیتار موسیقی خلق می کند. یکی از آکادمی های آموزش گیتار در شهر مزار. بانوان که برای یادگیری این آله موسیقی با تشویق خانواده هایشان به اینجا سر زدند و آواز می خوانند. زهرا هنردوست بانوی جوان که می گوید شوق خودش و تشویق خانواده اش پایش را به اینجا کشاند. واکنش اطرافی ها ای است، برای افتخار میکنن، باعث افتخار مادرم هستم. خوبیش کمی است که یک مصروفیت آدم میداشته باشه دیگه، یک شغل است. این بانوان میگویند همه محدودیت های اجتماعی را کنار گذاشتند و هیچگاه حرف و حدیث های مردم سبب دوریشان از یادگیری موسیقی نمیشود. طرفی هر کی یک خب از اینکه حمایت شوه یا اینکه تشویق شوه زیاده که گپای خراب را آدم میشنوه. وقتی که میبینه یک دختر خانم گیتار مینوازه یا گیتار سرشانه داره میره خانه یا هر طرف دیگه، یک گپ خود میزنن بدون اینکه ما کدام گیتار دست داشته باشیم. مردم خیلی گپا پشت سر ما میزنن. مصطفی هنرجو هنرمنده که در این آکادمی گیتار آموزش می‌دهد می‌گوید علاقه‌مندی بانوان برای آوازخوانی و یادگیری گیتار بیشتر از پسران است. حتی اینکه برخی بانوان از سوی پدرانشان برای یادگیری گیتار و آواز خواندن به این آکادمی آورده می‌شوند. با خدا را شکر دهی آخر مراجعین بانو بسیار زیاد است و بانوان با تا گفته میتونه که پدر مادرهایشان میارن دخترهایشان را به آموزشگاه شامل میکنن تا اولادشان گیتار یاد بگیرن و ما امیدوار هستیم بسیار زیاد نسبت به سالهای قبل که سال به سال ما این فرهنگ نهادینه خدا را شکر تانستیم. میگویند رسیدن به هدف در جامعه افغانستان برای بانوان در بخش موسیقی بدور از سختی نیست. این که تشویق و حمایت خانواده هایشان را با خود دارند، این مسیر دشوار را برای رسیدن به هدف می نوازند و پیش می روند. حالا هم نگاه زودگذر داریم به چند رویداد مهم دیگر. وزیر دفاع استرالیا اعلام کرد 100 نظامی این کشور به زودی خاک افغانستان را ترک خواهند کرد. وزیر دفاع استرالیا میگوید به دلیل پیشرفت ارتش افغانستان در مبارزه با گروه‌های تروریستی، 100 نظامی کشورش که ماموریت آموزش و مشاوره این نیروها را داشتند، به زودی خاک افغانستان را ترک خواهند کرد. نظامیان استرالیا از سال 2001 در افغانستان حضور داشته و در قندهار، اروزگان حضور و همچنان در آموزش نیروهای ویژه و نیروهای هوایی افغانستان سهم عمده داشتند. وزارت معارف خواستار کمک یونسکو برای بهبود کیفیت آموزش در افغانستان شد. میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف در دیدار با نماینده جدید یونسکو در افغانستان خواستار این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد و ارتقای کیفیت آموزش شد. سرپرست وزارت معارف همچنین از یونسکو خواست تا در سه بخش پلانگذاری تعلیم و تربیت، نصاب تعلیمی جدید و سواد آموزی بیش از پیش معارف همکاری کنند. نماینده جدید یونسکو در افغانستان نیز در این ملاقات تعهد سپرد تا همکار این وزارت در مسیر بهبود و توسعه خدمات تعلیمی در سراسر افغانستان باشد. طالبان مسلح بخش‌های از شارای نمبر یک فاریاب جوزجان را توسط اسکواتور تخریب نمودند. جاوید بیدار سخنگوی مقام ولایت فاریاب بر رسانه‌ها میگوید طالبان مسلح تلاش میکنند تا با تخریب سرک جلو عملیات نیروهای امنیتی را بگیرند.
از 3 سال به این سو طالبان در قسمت‌های متعدد از شورای نمبر 1 جوزجان فاریاب حضور دارند و با ایجاد استهای بازرسی نمیگذارند که کارمندان دولتی در این شورا عبور و مرور نمایند. در همین حال در یک درگیری میان نیروهای امنیتی با جنگجویان طالب در ولسوالی بلخ 2 تن از گروه طالبان کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شدند. مقامات کمیسیون بهداشت چین در یک اعلامیه شمار کشته شدگان در اثر شیوع ویروس کرونا در این کشور را نزدیک به 500 تن اعلام کرد. در همین حال دولت ژاپن حدود 10 تن را که مبتلا به ویروس کرونا در یک کشتی کروز هستند را تایید می کند. کمیسیون بهداشت ملی چین اعلام کرد که روز سه‌شنبه 65 مبتلای دیگر به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و با این آمار که بیشتر آنها در شهر ووهان بودند، شمار قربانیان در چین نزدیک به 500 تن رسیده است. تا کنون 2 قربانی ویروس کرونا در خارج از مرزهای چین نیز گزارش شده است. یک از این قربانیان مرد 39 ساله در هنگ کنگ است و دیگری یک شهروند چینی که در فیلیپین جان خود را از دست داد. در همین حال دولت ژاپن وجود 10 تن را که مبتلا به ویروس کرونا در یک کشتی کروز هستند را تایید می کنند. 2 شرکت هواپیمای ایالات متحده نیز پروازهای خود را به هنگ کنگ بعد از مرگ اولین مبتلا در این کشور متوقف کردند. توجه نمایید به یک خبر ورزشی. فهرست اتلتیکو مادرید برای لیگ قهرمانان مشخص شد. تیم فوتبال اتلتیکو مادرید برای مرحله حذفی مسابقات لیگ قهرمانان اروپا ترکیب تیمش را بروز رسانی کرد. فلکس موراتا و کاراسکو در تیم اتلتیکو برای رقابت‌های لیگ قهرمانان در نیم فصل دوم در فهرست دعوت شدگان هستند. یان کاراسکو بازیکن جدید این تیم برای حضور در لیگ قهرمانان در ترکیب این تیم اضافه شده است. دیگو کاستا که با مسئولیت طولانی مدت دست پنجه نرم می کند نیز در این لیست و علاوه ژائو فلکس، آلوارو و موراتا و کوکه که چند هفته پیش دچار مسئولیت شد ذکر شده است. لیست ای حداکثر 25 بازیکن است که 2 بازیکن آنها دروازه‌بان هستند. لیست بی بازیکنان هستند که در اول جنوری 1998 به دنیا آمده و یا بعد از آن و پس از 15 سالگی واجد شرایط بازی برای باشگاه مربوطه. حالا هم نرخ اسعار در بازارهای امروز کشور. $1 آمریکایی 76 افغانی و 80 پول، 1 یورو واحد پولی اروپا 84 افغانی و 60 پول. $1 امارات 20 افغانی و 80 پول. 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 73 پول. 1000 روپی هندی 1070 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 492 افغانی. پیش بینی وضعیت آب و هوای فردا. مزار شریف نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 4. کابل ابری، بلندترین درجه حرارت -0، پایین‌ترین -7. سرپل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین -0. میمنه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 3. فیض‌آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 8. طالقان برفی، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین -1. کندوز نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 3. پلخمری ابری، بلندترین درجه حرارت -5، پایین‌ترین -9. شبرغان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 6. و ایبک ابری، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 4.
از توجهتان به خبرهای این ساعت سپاس. وقت بخیر. خدا نگهدار.